مایک و وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در جمع گروهی از کشاورزان ایالت آیووا گفت که نسبت به مذاکرات تجاری با چین با هدف پایان دادن به تعرفه های چند صد میلیارد دلاری محصولات کشاورزی آمریکا خوشبین است. کشاورزان این ایالت به شدت تحت تاثیر جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین قرار گرفته‌اند. وزیر بازرگانی چین نیز میگوید که گفتگوهای تجاری پکن و واشنگتن پیشرفت داشته است. گزارشی از فرهاد پولادی وزیر خارجه آمریکا در سخنانی برای گروه از کشاورزان ایالت آیوا از ادامه مذاکرات دولت ترامپ با چین دفاع کرد و گفت پکن تا کنون از زحمات کشاورزان آمریکا بدون پرداخت هزینه های لازم بهره برداری کرده است. متاسفانه چین روی دیگری در برابر درخواست های پیشین ما اتخاذ کرده است. آنها روش های اقتصادی را به کار می گیرند که تهدیدی است علیه صنعت کشاورزی که شماها به سختی آن را بنا کردید. ما بارها درباره سرقت فناوری های حساس توسط چینی ها مطالبی ایم و اغلب فکر می‌کنیم که این فناوری در ساخت جت ها های جنگنده، تلفن‌های هوشمند و تجهیزات پزشکی ما به کار گرفته می‌شوند. اما آمریکایی ها باید بدانند که چینی‌ها تا کنون مالکیت معنوی فناوری‌های به کار رفته در کشاورزی را هم سرقت کردند. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگر سخنانیش افزود که توافق نهایی به نفع دو کشور خواهد بود او ادامه داد آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی است که طرف مقابل آن را کاملا اجرا کند ما بارها در کشورهای سوسیالیستی به این مسئله برخوردیم شیوع فساد در اقتصاد حکومتی چین به شناسایی نشدن متقلبین و به طبع آن مجازات نشدنشان دامن زده است حتی وقتی هم برملا می شود انگیزه ای برای مجازات متخلفان وجود ندارد مردم چین سزاوار شرایط بهترند خبر خوب این است که کمک در راه است با دستیابی به توافق تولید کنندگان آمریکایی و مصرف کنندگان چینی وضعشان بهتر خواهد شد نتیجه نهایی مذاکرات کنونی جهانی پرزیدنت ترامپ با چین منافعی برای دو ملت در پی دارد. شان وزیر بازرگانی چین میگوید که رئیس جمهوری چین مقید است که در چارچوب مذاکرات و همکاری میتوان به نتیجه دست یافت به شرط آنکه دو طرف از برخی از خواستهایشان کوتاه بیایند. دو طرف به پیشرفت هایی در مهلت 90 روزه دست یافتند. در برخی حوزا نیز به موفقیت هایی رسیده ایم. هر دو طرف بدون اعمال تعرفه های بیشتر پذیرفتند که مذاکرات ادامه یابد دستیابی به توافق نهایی دشوار است اما پیشرفت را باید ارج نهاد رئیس جمهوری آمریکا گفته است احتمالا با پیشرفت که در مذاکرات با چین حاصل شده در آینده نزدیک با همتای چینی خود برای امضای توافق دیداری در ویلای خود در ایالت فلوریدا داشته باشد پرزیدنت ترامپ از زمان حضورش در کاخ سفید و در چارچوب سیاست آمریکا نخست بسیاری از توافقات بازرگانی آمریکا را مورد بازنگری و مذاکره مجدد قرار داده است که بارسترین آن توافق تجارت آزاد بین آمریکا کانادا و مکزیک است